سلام بچه ها حالتون خوب باشه امروز 23 دسامبر شب کریسمس و هفته دیگه هم سال نو نیویر و قرار کلی برنامه و جشن مختلف باشه اما چون هلند قرنطینه است و جز تنها کشورهایی که البته قرنطینه شده به خاطر کرونا همه ای برنامه کنسل و هیچ خبری نیست اینجا هیچ خبری نیست خیلی سوتوکو رو دلگیر هستش اما بریم سراغ اصل مطلب امروز میخوایم در مورد روش های درس خوندن صحبت کنیم اینکه چه روش های وجود داره که ما بتونیم مطالب رو بهتر یاد بگیریم تو حافظه بلند مدتمون بمونه و انرژی کمتری هم بابتش صرف کنیم برای یادگیریش چون ما که بیکار نیستیم کلی برنامه و هدف های دیگه داریم یکی ممکنه بخواد بره سر کار یکی ممکنه بخواد ورزش کنه یکی ممکنه بخواد با دوستاش وقت بگذرونه از همه کارهای ما درس خوندن نیست یه سری فعالیت های دیگه هم میخوایم انجام بدیم چه روش وجود داره که ما بتونیم به این اهداف برسیم. امروز میخوایم در مورد اینا صحبت کنیم و اینم بهتون بگم که این ویدیو مختص همه ردای سنیه یعنی فرقی نمیکنه که شما کنکوری هستی قبل کنکوری بعد کنکوری و دانشجو هستی یا اینکه حتی سر کار میری چون خیلی وقتا شما برای اینکه افزایش حقوق داشته باشی یا بخوای ارتقای شغلی بگیری باید یه سری مدارک خاص رو بری بگیری و برای گرفتن اونها باید امتحان بدی و برای امتحانش هم باید آمادگی داشته باشی باید اون درس ها رو بخونی به عنوان مثال آزمون CFA، آزمون اجر آزمون ازری و خیلی آزمون ها و مدارک دیگه پس اگر دوست داشتین این ویدیو رو تماشا کنین و هر جا مفید بود واسهتون ممنون که اون کلیک لایک کلیک کنید که ازش حمایت کنید اما قبل از اینکه بریم سراغ این روش ها من توضیح کوچولو هم در مورد خودم بگم من سویل هستم سال 2015 اومدم هلند میتونم بهتون بگم که تو همون مقطع کارشناسی من معدلم 1597 یا بگیم 16 شد و جز 10 درصد برتر بودم شاگرد دوم شدم تو مقطع ارشد دوباره معدلم 18 نیم شد هرچند فقط یک سال خوندم و بعدش انصراف دادم چون توی هلند بورسیه کامل گرفتم واسه مقطع ارشد و خب نیازی نداشت که تو ایران بخوام ارشدامو تمام کنم انصراف دادم ولی تو همون یک سال معدلم 18 نیم شد و شاگرد اول شدم جدا از اون هم تو مقطع کارشناسی و هم تو مقطع ارشد پژوهشگر برتر شدم چون در کنار درسایی که می‌خوندم و معدل خوبی که داشتم نسبتاً یه سری کارهای پژوهشی هم انجام میدادم یه سری مقالات ISI آی و کنفرانسی هم داشتم و جدا از اون دوباره یه سری سابقه مشاوره تحصیلی به مدت یک سال و نیم دو سال هم دارم و در کنار اون سابقه تدریس تو دانشگاه فردوسی هم به مدت یک سال رو دارم که البته حل تمرین بودم نه به عنوان استاد اما سابقه تدریس رو تا حدودی دارم و میخوام بگم این روشه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم بخش زیادیش از تجربه خودم هستش بخش زیادی رو ازش استفاده کردم و نتیجه مثبت داشته و امیدوارم که این مطالب واسه شما هم مفید باشه و حتی اگر 10 درصد 20 درصد هم باعث بشه شما معدلتون رو ببرین بالاتر یا مطالب رو بهتر یاد بگیرین این بهترین چیزیه که میتونه واسه من اتفاق بیفته که محتوایی رو تولید کنم که به درد بخوره. پس هر جای ویدیو که واسطتون مفید بود ممنون میشم روی دکمه لایک کلیک کنین و اگر هم دوست داشتین میتونین روی دکمه قرمزه نوشته سابسکرایب و زنگوله که بغلشه کلیک کنین که هر موقع ویدیو جدیدی آپلود شد خبردار بشین مرسی بریم سراغ این روش ها مورد اول ببین شما قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنی هر چیزی رو بخوای بخونی یا یاد بگیری باید ذهن تو آماده کنی و آماده کردن ذهن با برنامه ریزی انجام میشه میدونم این حرف رو ممکن از خیلی شنیده باشین که برنامه ریزی کن اما واقعا در موفقیتتون تاثیر داره یه زمانی هست آدم کاری خیلی نداره زندگی روتین و عادی داره خب شاید خیلی حالا برنامه تاثیری نداشته باشه باسه. اما یه برهایی از زندگی مثل زمانی که شما میخوایی برای یک امتحانی آماده بشی امتحانات پایان ترم یا امتحان آیلز برای گرفتن مدرک زبان یا وقتی سرت خیلی شلوغ میشه با کارهای متفاوت واقعا برنامه ریزی واجبه و خیلی بهتون کمک میکنه حالا ممکنه بعضیتون بیاین بگین که خب ما بدون برنامه ریزی هم تا الان درس میخونیم نمرات خوبی هم میگرفتیم اما باور کن اگر با برنامه ریزی بری جلو نمره هایی رو میگیری که واقعا لایقش هستی چون بهتر میتونی از ظرفیت خودت استفاده کنی بدون برنامه ریزی تو هر نمره خوبی هم که بگیری باز هم از ظرفیت کاملت نتونستی استفاده کنی اما با برنامه ریزی مطمئن باش نمرات بالاتر و بهتری میگیری پس اول از همه ذهنت آماده کن برنامه ریزی کن واسه کارات بذاری مثال بزنم واسه فرض کن شما فردا میخوای درس بخونی 6 ساعت میخوای در مجموع درس بخونی یه حالتش اینه که با خود بگی اوکی من فردا میخوام 6 ساعت درس بخونم این حالت اوله بدون برنامه حالت دومش اینه که خب من فردا میخوام 6 ساعت درس بخونم از این 6 ساعت دو ساعتش رو بیام فصل یک رو بخونم بعدش بیام فصل یک رو مرور کنم به مدت یک ساعت بعدش برم فصل دو رو بخونم به مدت دو ساعت و بعد یه ساعت آخرم فصل یک و دو رو با هم مرور کنم حالا یه مثال بود حالا بین این دوتا تا گزینه شما کدوم انتخاب میکنی؟ گزینه اول که فقط کلا 6 ساعت میخوای درس بخونی ولی نمیدونی چیه فردا تازه میخوای بهش فکر کنی که اوکی امروز چی بخونم قرار بود 6 ساعت بخونم یا نه گزینه دوم انتخاب میکنی که قبلا در موردش فکر کردی و فردا صبح که از خواب بیدار شدی ذهن آماده است کدوم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنی من خودم گزینه دو رو انتخاب میکنم چون بنظرم گزینه جذابتریه و در وقتم صرفه جویی میشه به جای که صبح که بیدار شدم بخوام وقتم هدر بدم که حالا چی بخونم چی کار کنم از همون اول برنامه دارم و میدونم دنبال چی هستم و آخر روز به چه نتیجه قراره برسم پس در کل برنامه ریزی خیلی مهمه خیلی بهتون کمک میکنه که در وقتتون کنین ذهنتون آماده بشه برای انجام اون کار و بتون این از توانایی های خودتون به بهترین شکل استفاده کنید برنامه ریزی رو فراموش نکنین خیلی بهتون کمک میکنه اما به سراغ مورد دوم بعد از اینکه شما برنامه ریزیتون رو انجام دادین حالا باید کتاب باز کنید شروع کنین به درس خوندن خب خوندن که فرق نمیکنه تقریبا همه شاید یه شکل کتاب رو بخونن خیلی متفاوت نیست اما یه سری کارهایی رو شما در کنار درس خوندنت باید انجام بدی که خیلی بهت کمک میکنه که اون درس رو بهتر یاد بگیری بیشتر تو حافظت بمونه و بعد در نهایت موقعی که میخوای سر جلسه امتحان از این مطالب که یاد گرفتی استفاده کنی خیلی سریعتر این پروسه تو ذهنت انجام میشه روش که من خودم تو دوران تحصیلم حتی از دوران راهنمایی و دبیرستان استفاده میکردم روش اکتیو ریکاله هرچند من اسم این روش رو نمیدونستم تا مدتها اما فرایندی که بهتون میگم شاید شما هم انجام بدین ببین خیلی وقتا شما میخوای لغتی رو حفظ کنی چیکار یه طرف کاغذ میای لغتتو مینویسی پشتش این فلش کارت شما لغت رو میخونی معنیش رو با خودت مرور میکنی برمیگردونی اگر معنیش درست بود که ایول بلد بودی اون لغت رو اگر بلد نبودی دوباره اینو حفظ میکنی و میذاریش یه طرف که بعدا مرورش کنی یا وقتی شما یه صفحه کتاب میخوای بخونی ازش سوال در بیار مثلا ممکن در مورد شیمی باشه بیا یه چند تا سوال در مورد همون صفحه همون مطالب بپرس و بعدا که میخوای کتابو کتاب و ورق بزنی یا بعدا که بخوای مرور کنی خیلی راحت اون سوالا رو بالای صفحه میبینی اگر جوابشو رو بلد بودی که پرفکت عالی اگر بلد نبودی میدونی جوابش تو همون صفحه است قبلا شاید یه جاهایی رو حتی هایلایت کرده باشی علامت زده باشی جوابشو تو همون صفحه سریع پیدا کن بخون یاد بگیر مرورش کن بعدا و بعد برو سراغ سوال بعدی سوال بعدی همین کار رو انجام بده و این روش باعث میشه که شما با سوال و جواب کردن ذهن تو آماده کنی برای اینکه هم بهتر یاد بگیره و هم تو جلسه امتحان اگر خواستی جواب سوالا رو بدی بدون که دقیقا جوابش چیه و این پروسه یادآوری به یاد آوردن خیلی سریعتر انجام بشه پس روش اکتیو ریکال خیلی به درد میخوره خیلی واسهتون مفیده نمیدونم قبلا نه انجامش دادین یا نه اگر انجام دادین خوشحال میشم تو کامنت ها نظرتون رو بنویسین ازش استفاده کردین نتیجهش مثبت بوده واسهتون یا نه و اگر هم استفاده نکردین امتحانش کنین باور کن خیلی 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 واسهتون مفیده خب قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی اگر تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردین ممنون میشم همین الان رو دکتر لایک کلیک کنین که از این ویدیو هم حمایت کرده باشین اما مورد سوم مورد سوم حالا بیشتر واسه ماهایی که تو ایرانیم شاید بیشتر اتفاق بیفته که ما دنبال پاس کردن درسایم دنبال اینیم که فقط نمره آخر ترمو بگیریم و تموم بشه بره حالا خیلی وقتا حتی بچه ها تو دوران کارشناسی میان تعداد واحده بیشتری توی ترم ور میدارن که تعداد واحدهاشون زودتر تموم بشه و بعد در نهایت مثلا زودتر فارغ و تحصیل بشن ببین این یه انتخاب شخصیه نمیخوام بگم که این کار رو انجام ندین اما اما اگر هدفتون معاجرت هستش اگر هدفتون اینه که نمرای بالاتری بگیرین معدلتون بیاد بالاتر درس رو بهتر یاد بگیرین بهتره به اینکه شب امتحانی بخونین یا بخواین تعداد واحد بالایی رو در طول ترم وردارین بیاین یه ذره زمانتون رو بیشتر کنین در کنارش کار جانبی انجام بدین حالا منظورم از این حرفها چیه الان مثال میزنم واسهتون شما تو دوران تحصیلت میتونی در کنار اینکه حالا داری درس میخونی برای اون درس هم وقت بذاری که اون درس رو بهتر یاد بگیری یعنی مرورش کنی بهتر یاد بگیری معدل توی ببری بالاتر همین که میتونید در کنارش کار جانبی عین مقاله نوشتن، حل تمرین بودن یا کارآموزی کار کردن توی شرکت در کنار درستون یا حتی کارهای داوطلبانه، یادگیری نرم افزارهای مختلف که مربوط به رشته‌تونه میتونید این کارها رو انجام بدین در طی دوران تحصیلتون که وقتی فارغ تحصیل شدین یه رزومه پربار داشته باشین یعنی صرفا مثلا پاس شدن در درسان و مدرک کارشناسی یا مدرک ارشد نباشه شما تو اون دوران اومده باشی یه سری مهارت ها رو یاد گرفته باشی یه سری سابقه کار داشته باشی مقاله چاپ کرده باشی سابقه کار داوطلبانه داشته باشی حل تمرین بوده باشی کلی چیزای دیگه شما میتونید در طول دوران تحصیلت به این رزومت اضافه کنی پس سعی کن به جای اینکه بخوای خیلی سریع درس تو تموم کنی یه ذره وقت بیشتر بذاری و سعی کنی درس رو بهتر یاد بگیری و از این مدت زمانی که شما موصل هستی استفاده کنی و یه رزومه خیلی خوب واسه خودت آماده کنی کلی مهارت ها تو این دوره یاد بگیری اما مورد چهارم مورد چهارم اینه که موقع درس خوندن یه سری کارهایی که علکی وقتمون میگیره رو انجام ندیم منظورم این نیست با موبایل کار نکنین یا با لپتاپ کار نکنین نه اینا که بدیهیه نباید با اونو کار کنین باید تمرکز داشته باشین اما منظورم اینه که شما موقعی که میخواید درس بخونی یه سری کارهایی که به حساب خودت کارهای مفیدی هستش رو انجام میدی و فکر میکنی که به بچه چقدر نتیجه خوبی داره ولی سرعت تو خیلی میاره پایین به عنوان مثال خلاصه نویسی اگر شما خلاصه نویسی رو بلد نباشی ممکنه کلی وقت تو هدر بده و علکی بیای یه سری مطالب کتاب و دوباره رو کاغذ بنویسی و بعدا که میخوای مرور کنی وقت دو برابر قبل گرفته بشه ببین من در مورد خلاصه نویسی قبلا این ویدیو کامل ضبط کردم شاید یکی از بهترین ویدئوهای این کانال از نظر محتوا باشه که لینکش میذارم این گوشه صفحه روی این علامت تعجب سمت راست بالا کلیک کنید ویدیو رو اگر دوست داشتین ببینید نمیدونم چرا خیلی ویو نخورد اما یکی از بهترین ویدیوهای این کانال از نظر محتواست و در مورد خلاصه نویسی کامل توضیح دادم اگر دوست داشتین اون ویدیو رو ببینین شاید یه سری نکات دستتون بیاد که چطوری خلاصه نویسی کنین در وقتتون صرفه جویی کنین و مطالب رو حتی بهتر یاد بگیرین اما مورد پنجم که شاید خیلیاتون منتظر شنیدن این مورد بوده باشین تکرار یعنی شما وقتی یه مطلبی رو میخونی یه کلمه ای رو حفظ میکنی لغت زبانی رو میخوای حفظ کنی تکرار خیلی مهمه به این خاطر که شما از همون لحظه که لغت رو حفظ کردی یواش یواش این لغت از ذهنتون میپره شاید واسه خیلیاتون پیش اومده باشه که شما یه سری لغت زبان رو میخواین حفظ کنین روز اول که خوندین اوکی فردا اگر مرورش کنین حله اما بعد از یک هفته یک ماه که میخواین این لغت رو مرور کنین ممکنه از یادتون رفته باشه پس تکرار خیلی مهمه که ما سعی کنیم سرعت از یاد رفتن این لغات و این محتوا رو از ذهنمون کم کنیم اما هر چند وقت یه بار ما بعد این لغت های یا این متن رو که حفظ کردیم مرور کنیم تا تو حافظه بلند مدتمون تثبیت بشه و از یادمون نره هر چند وقت یه بار باید این کار رو انجام بدیم ببین روش های مختلفی هستش تحقیقات زیادی انجام شده اما یکی از روش هایی که بیشترین نتیجه مثبت رو داشته و واسه اکثر افراد نتیجه مثبت داشته اینه که شما از قانون 7 3 2 استفاده کنی یا حالا برعکسش 1 2 فرض کن امروز یکم اردی بهشته و شما این موضوع رو یاد گرفتی سر کلاس حالا میخوای مرورش کنی همین امروز یک اردی بهشت وقتی رسیدی خونه این موضوع رو باید مرور کنی دو اردی بهش که روز بعد باشه دوباره باید مرورش کنی سه اردی بهش دوباره باید این موضوع رو مرور کنی و در نهایت هفت اردی بهش یعنی هفت روز از روز اولی که این محتوا یا این مطلب رو یاد گرفتی پس شد یک اردی بهش دو اردی بهش سه اردی بهش هفت اردی بهش یک دو سه هفت تو این فاصله زمانی اگر اون محتوا رو مرور کنی میگن که تو حافظه بلند مدتت میمونه میگم روش های دیگه هم هست بعضی میگن که روز اول مرورش کن روز سوم و روز سیوم یعنی بعد از یک ماه اما روش که بهتون گفتم روش یک دو سه هفت رو افراد بیشتری نتیجه مثبت داده پس پس احتمال داره که شما هم جز همین دسته ای باشین که این روش یک دو سه هفت نتیجه مثبتتری رو براتون داشته باشه مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که وقتی شما این موضوع رو خوندی و یاد گرفتی حالا بیای واسه یه نفر دیگه رو توضیح بدی سعی کنی به ساده ترین شکل ممکن این موضوع رو واسهش توضیح بدی که اون فرد هم این موضوع رو متوجه بشه و بفهمه و یادش بگیره و اگر شما امتحان کردی این روش رو و دیدی نتونستی اون موضوع رو توضیح بدی به ساده ترین شکل ممکن احتمالا مشکل اینه که شما موضوع رو به بهترین شکل یاد نگرفتید و باید بیشتر واسش وقت بذارید اما همین تدریس همین آموزش به این نفر دیگه دادن باعث میشه که اون مطالب برای شما مرور بشه و خیلی وقتا یه سری مطالبی که فکر میکردین اون چقدر آسونه من بلدم در طول این آموزش دادن متوجه بشین که اه شما توی نقطه ضعف دارین و باید برین بیشتر بخونین. پس این هم یکی از روش های خیلی خوب و مفید برای یادگیری درس اینکه تو حافظه بلند مدتتون بمونه اما اگر کسی نیست که بتونین بهش آموزش بدین میتونین کار با خودتون انجام بدین یعنی میتونین جلو آینه واسین یا حتی با خودتون بلند بلند صحبت کنین و این مطالب رو به خودتون یاد بدین و این روش خیلی کاربردیه حتی یکی از روش هایی که میگن برای تقویت زبانتون میتونین استفاده کنین همینه شما خیلی وقتا میتونید یه موضوع رو برای خودت به زبان انگلیسی تعریف کنی و با این روش هم اسپیکینگ تقویت میشه و هم کلا مهارت های زبانیت بالاتر میره و بهتر میشه پس سعی کنین حتی اگر کسی نیست تو اون محیط حتی اگر کسی نیست دور براتون خودتون با خودتون صحبت کنین و اون موضوع رو به خودتون آموزش بدین و اما مورد شیشه و مورد آخر روش پومودورو روش پومودورو چیه شاید قبلا شیده باشین اسمشو اما این روش میگه که آقا شما هر 25 دقیقه که یه موضوعی رو خوندی یه کاری رو انجام دادی یه 5 دقیقه به خودت استراحت بده دوباره 25 دقیقه بخون 5 دقیقه استراحت دوره 25 دقیقه بخون 5 دقیقه استراحت و کلا این کار رو به مدت 4 بار انجام بده که مجموعا میشه 2 ساعت یعنی 4 تا 25 دقیقه به علاوه 4 تا 5 دقیقه که میشه در کل 2 ساعت و تو این 25 دقیقه ها شما باید تمام تمرکز و حواست روی کارت باشه و اگر میخواد حواس پرتی انجام بشه عین دستشویی رفتن آب خوردن یا خیلی کارای دیگه تو اون پنج دقیقه شما میتونی انجام بدی و بعد از این دو ساعت یعنی بعد از اینکه چهار بار این کار انجام دادی یه 20 دقیقه میتونی استراحت کنی که این 20 دقیقه استراحت بلند مدت میتونه یه سری کارهای دیگه باشه شما میتونی بری غذا بخوری میتونی بری با تلفن یه چند دقیقه صحبت کنی اما هدف اینه که تو اون 25 دقیقه شما به صورت متمرکز فقط رو اون کاری که داری انجام میدی فکر کنی و فعالیت کنی به عنوان مثال اگر شما تو اون 25 دقیقه میخوای لغتی رو حفظ کنی یا یه فصل از کتاب رو بخونی یا حتی سر کار میدی باید تمرکز کنی رو کارت تو 25 دقیقه هیچ گونه هم پرتی نباید باشه یعنی موبایل تو بذار رو ایرپلین مود هیچ اس تماسی گرفته نشه و کلا هر چیزی که باعث میشه حواس تو پرت کنه رو بذار کنار تحقیقات نشون داده که اگر شما چهار ساعت با روش پومودورو و متمرکز کاری رو انجام بدی درسی رو بخونی نتیجه یکسانی میگیری با کسی که 8 ساعت در طول روز بدون پومودورو و بدون تمرکز انجام داده اون فعالیت رو پس شما اگر بتونی از این روش استفاده کنی مدت زمان کمتری رو داری هزینه می‌کنی، زمان کمتری رو داری میذاری واسه درس خوندن یا کار کردن اما نتیجه یکسانی با بقیه میگیری و حالا اگر بتونی فعالیتت رو حتی بیشتر هم بکنی چندین قدم از اونها میتونی جلو بیفتی پس این روش پومودورو خیلی به دردتون میخوره من زمانی که دوره ارشدمو شروع کردم از این روش هم استفاده میکنم به شدت کاربردی و مفید هستش اگر دوست داشتین ازش استفاده کنید پس این بود از شش موردی که میخواستم بهتون بگم که اگر انجامش بدین نه تنها باعث میشه درس‌ها رو بهتر یاد بگیرین بلکه باعث میشه معدلتون بره بالاتر رزومه بهتری بسازین در طی دوران تحصیلتون و پس فردا اگر دلتون خواست مهاجرت کنین یا مجبور شدین مهاجرت کنین بتونین بورسی های تحصیلی بگیرین پذیرش تحصیلی رو راحت در بگیرین در هزینه هاتون صرف جویی بشه و سعی کنین زمانتون رو از دست ندین اگر الان محصل هستین دانشجو هستین راهنمایی یا دبیرستانی هستین سعی کنین تو این دوران از زمانتون استفاده کنین نمره های خوب بگیرین معدلتون رو ببین بالاتر و رزومه خوبی واسه آیندهتون بسازین مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین امیدوارم که همیشه تو درس و کار و زندگیتون موفق باشین تا ویدیو بعدی خدا نگهدار